آراد برندین، راهی به سوی ثروت. سلام دوستان، وقتتون بخیر. به صورت روزانه افراد بیشماری با مشاورین مجموعه ما ارتباط برقرار میکنن که بتونن رویه کاری و زندگی خودشون رو تغییر بدن. خب این مشاورین میان این افراد رو رصد میکنن، ببینن توانمندی اینها چقدره، موقعیت ها و ظرفیت ها در منطقه شون چیه. خب همه اینها رو ما آنالیز کردیم، میدونیم در هر منطقه چه موقعیت هایی هست، چه ظرفیت هایی هست، چه تولیداتی هست که بتونید با توجه به این ظرفیت ها یه پروسه تجاری رو برای خودتون راه اندازی کنید و جلو برید. افراد هستن میان ارتباط که میگیرند، 10 روز، 15 روز، 1 ماه تمام مباحث رو رصد میکنن، سوالات ذهنیشون رو میپرسن و جلو میرن. عمده این افراد میان همین پروسه کاری رو به آینده موکول میکنن. اینجا یه سوال برای ما هست. فردی که تا به امروز 40 سال از عمرش گذشته و با این ذهنیت جلو رفته، این ذهنیت صرفا براش چی به همراه داشته که امروز باز تمام مباحثی که در خصوص تجارت ما براش رصد کردیم، براش بیان کردیم، چیدمانی که در اختیارش قرار دادیم و میخواد با ذهن خودش بسنجه و بذاره کنار، به کی موکول کنه؟ به 1 ماه دیگه، به 2 ماه دیگه، به بعد از عید. ما ایرانی ها یه عادت داریم، همیشه میگیم بذارید عید بیاد ببینیم چی میشه، بذارید تابستان بیاد ببینیم چی میشه، بذارید انتخابات بیاد ببینیم چی میشه. همیشه گفتیم بذاریم ببینیم چی میشه. تا به امروز حاصل این تفکر چی شده؟ هیچ. شده یه جامعه مریض، یک جامعه بیمار، یه جامعه‌ای که امروز با هر کسی صحبت میکنی حرف از درد بیپولی میزنه. خب چرا امروز رو موکول کنیم به زمان دیگه؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. یه سالن همایش رو در نظر بگیرید. این سالن همایش اگر در ابتدا شما برید وارد بشید به این سالن، صندلی ها خالیه، میتونید بهترین صندلی رو انتخاب کنید، بهترین ویو رو داشته باشید، بهترین صدا رو داشته باشید و اون فرد سخنران رو خیلی خوب ببینید. ولی اگر یکم تعلل کنید سالن پر میشه. هر چقدر تعلل کنید تعداد صندلی های خالی کم و کمتر میشه. بعضا به جایی میرسید که میای داخل سالن میبینی هیچ صندلی خالی وجود نداره و شما باید ایستاده نظارگر باشی ببینی چه زمانی این سالن خالی میشه یا صندلی خالی میشه که شما یه جا برات گیر بیاد بخوای بری بشینی. این موقعیت هایی که برات به وجود میاد ما داریم بهتون میگیم مثل بلیت بخت آزماییه. امروز گرفتیش گرفتیش، نگرفتیش باید صبر کنی ببینی این بلیت بخت آزمایی چه زمانی دیگه میاد قرعه به نامت بخوره. پس موقعیت امروزتو از دست نده، کار امروزتو به فردا نینداز. فردا کار خودشو داره، فردا سختی خودشو داره. امروز در بحران اقتصادی هستی، امروز برای شما کل موجودی شما ان تومنه. در نوسان قیمت روز به روز شاهد هستید که پولتون بی ارزشتر میشه. شاید دلتون خوش باشه به این که من برم با پولم یه ماشین بخرم. خب ماشینم در بازه‌های زمانی مختلف فقط ارزش اون میزان موجودی حفظ شده. آیا من ضرر کردم؟ بله ضرر کردی. ضررت کجا بود؟ ضررت در پولی بود که امروز میتونستی به دست بیاری، ولی به خاطر این به فردا موکول کردنه، این تعلل کردنه، اون پول امروز تو به دست نیاوردی. حالا باز بشینیم با همین تفکر بگیم صبر کنیم ببینیم آینده چی میشه، صبر کنیم موکول کنیم به زمان دیگه، به 1 ماه دیگه، شاید گشایشی شد. گشایش در ذهنه، گشایش در روزمرگی ها نیست. امیدوارم که این صحبت های بنده برای شما مفید فایده بوده باشه.
و تأثیرات خوب رو در ذهنتون داشته باشید. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.